اعتصابات کارگران پیمانی صنایع نفت و پتروشیمی همزمان با تجمعات اعتراضی اصناف و اقشار مردمی در نقاط مختلف ایران در حال گسترش است. در همین حال کمیته دفاع از کارگران اعتصابی در بیانیه اعلام کرده دولت و کارفرمایان برای شکستن اعتصاب اقدامات جدی را در دستور کار قرار دادند. اعتصاب کارگران پیمانی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی وارد چهارمین هفته شده و تاکنون کارگران بیش از 100 شرکت در 12 استان در اعتراض به شرایط بد معیشتی و تحقق مطالبات مزدی و حقوقی خود به صف اعتصاب‌های سراسری پیوستند. در همین حال کارگران اعتصابی شرکت مهندسی نفت و گاز استیم در پتروشیمی بوشهر در اصلویه با ارسال پیامی به اتحادیه آزاد کارگران اعلام کردند که تا رسیدن به مطالباتشان و آنچه حقوق و ارزش واقعی خود در این صنعت عنوان کردند به اعتصاب خود ادامه خواهند داد تعدادی از کارگران اعتصابی نیز با انتشار پیامی ویدیویی در شبکه های اجتماعی از همکاران خود خواستند که برای دفاع از حق و حقوق خود به صف اعتصابها بپیوندند اختیاری ما سنعتگران هفت تا به نتیجه رسیدن کمپین با شما هستیم کارگران شرکت آبادراهان کوسر، پیمانکار سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی که برای افزایش دستمزدشان در اعتصاب به سر میبرند هشدار دادند در صورت پرداخت نشدن مطالباتشان اقدام به برگزاری تجمع خواهند کرد. کارگران پیمانکاری پتروشیمی خراسان نیز امروز در اعتراض به وضعیت بد معیشتی اختلاف حداقل 15 میلیونی حقوق آنها با پرسنل رسمی اجرا نشدن صحیح طبقه بندی مشاغل و دیگر مطالبات حقوقی خود تجمع اعتراضی برپا کردند امروز همچنین کمیته دفاع از کارگران اعتصابی در دومین بیانیه خود برخی اقدامات دولت و کارفرمایان برای شکستن اعتصاب را برشمردند اقداماتی نظیر تشکیل نهادها و تشکلهای بظاهر کارگری اما در ماهیت ضد کارگر جابجا کردن کارگران از یک شرکت و استخدام آنها در شرکت دیگر به دلیل قطع ارتباط کارگران با هم و استفاده از ترفندهایی چون روزمزدی کردن کارگران که در واقع با هدف استثمار بیشتر کارگران مطرح می شود. با ادامه افزایش قیمت ها و نامتناسب بودن سطح درامت ها با تورم، کارکنان و کارگران در بخش های مختلف دست به اعتراض و اعتصاب زدند.